السلام علیکم دوستای عزیز، یک بار دیگه به چینل ما خوش آمدین. امیدوارستم جور صحت باشین عزیزم. روز خواستم یک غذای متفاوت آسان برتان آماده بسازم. امیدوارستم تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. در ابتدا می خواهیم خمیر آماده کنیم. نیم کیلو آرد در یک ظرف انداختیم، یک قاشق نمک و یک قاشق خمیر مایه بالایش اضافه کردیم. حالا آب کم کم بالایش اضافه میکنم. البته آب نسبتا گرم است، آب کاملا یخ نیست، کمی گرم کردیم سر آتش. خمیر آماده میکنیم. خمیری غذای امروزی دوستا به مثل خمیر عادی آماده میشه. خمیر عادی روزمره کنان پخته میکنیم، به مشکل خمیرش آماده میکنیم، زحمت کار نداره. خمیر عادی و معمولی چون میخواییم از نان چپاتی آماده کنم، میخاطر به شکل خمیر عادی آماده میکنم. خمیر مشت میزنیم، کم کم بالایش اضافه میکنیم و مشت زده میریم. 3-4 دقیقه خمیر مشت میزنیم، بعد دیگه خمیر کاملا آماده میشه. امروز میخوایم نان چپاتی با گوشت کوفته آماده بسازم، یه غذای متفاوت کاملا. اگر در خانه گوشت کوفته داشتین، این بار از این غذا آماده بسازین، واقعا خوشمزه است و خوشتان میآید، بسیار راحت و یک غذای کاملا متفاوت. خمیر آماده شد دوستا، روش میپوشانیم و مدت نیم ساعت میگذاریم تا خمیر کمی استراحت میکند. این طرف میریم گوشت کوفته را آماده میکنیم. داخل یک ظرف ما به مقدار ضرورت روغن ریختم. 500 الی 600 گرام گوشت کوفته را بالای روغن اضافه میکنم و غذایی که من امروز آماده میسازم به 3 نفر تقریبا آماده میکنم، که از خمیر 6 تا نان چپاتی آماده میشه. اگر اعضای فامیلتان زیاد بود، مقدار مواد میتونین بیشتر بسازین. گفتم تقریبا آب خود خوش کرده دوستای عزیز. حالا یک عدد پیاز بالایش اضافه میکنیم. پیاز قبلا ما توته کردیم، خوب با هم مخلوط میسازم به این شکل. و در این قسمت یک عدد زردکم که قبلا توته کرده بودم بالایش اضافه میکنم، مخلوط میکنیم. بعدا سر دیگه میبندم، به مدت 5 دقیقه میگذارم تا زردک کمی نرم شود. چون زردک نسبتا سخت است، باسانی نرم نمیشه، به مخاطر سر دیگه به مدت 5 دقیقه میبندم، روی حرارت متوسط میگذارم تا زردک کمی نرم شود. بعد از 5 دقیقه زردک نسبتا نرم شده دوستای عزیز، مواد دیگر بالایش اضافه میکنم تا مواد دیگر نرم میشه، حل میشه، زردک هم دیگر کاملا نرم میشه. یک عدد رومی بانجان هم اضافه کردیم و میگذاریم تا رومی بانجان حل شوه و یک لعاب خوشمزه به دست بیایه. ببینین دوستای عزیز، رومی بانجانم آب اضافه خود خوش کرده، نرم شده. در این قسمت 60 گرام سمارق یا قارچه که توته کرده بودم بالایش اضافه میکنیم. وقتی سمارق اضافه کردیم دوستا، حرارت کمی زیادتر میکنیم تا سمارق آب نندازه، زود سرخ شوه همراه با گوشت. اگر حرارت کم باشه سمارق آب میکشه و در صورت سمارق باز رنگ خود از دست میده، رنگش سیاه میشه. آلم یک عدد مرچ دلمی سرخ اضافه میکنم و بازم هم مواد خوب مخلوط میسازیم به شکل.
آله دی قسمت یک عدد مرچ تازه را که توته که بودم بالایش اضافه میکنم با چند ها به سیر او را هم خارد خارد ریزه کردیم، بالایش اضافه میکنیم و همه را باز خوب مخلوط میکنیم به می شکل. و به خاطر از اینکه یک لعاب خوشمزه و رنگش خوبتر شود، دو قاشق رو به بانجان رومی را با نیم گلاس آب مخلوط کرده بودم بالایش اضافه کردیم، همه مواد مخلوط کرده مساله جات اضافه میکنیم، یک قاشق مرچ سیاه، نیم قاشق زردچوبه و یک قاشق مرچ سرخ خانگی که خودم در خانه آماده ساختیم، به خاطر ذائقه بیشترش بالایش اضافه میکنیم. دیگه لعاب کاملا آماده است، کنار میگذاریم، میریم دوباره طرف خمیر. ببینین دوست عزیز، خمیر ما تقریبا آماده شده، خمیر به قسمت های خرد خرد جدا میکنیم، زغاله میکنیم. بعدا زغاله را گرفته توسط آشگز به این شکل هموار میسازیم، نازک میکنیم و در قسمت آخر روی تابه چپاتی، نان چپاتی را یا زغاله های هموار شده را سرخ میکنیم، پخته میکنیم. دیگه تقریبا آشپزی ما در خلاصی است، فقط امی نان شک آماده کردیم، آشپزی امروز ما تکمیل میشه. به شکل وقتی که هموار کردیم دوست عزیز، روی تابه خمیر میگذاریم، حرارت هم متوسط میکنیم تا آرام آرام یک طرف خمیر پخته شوه، باز طرف دیگه خمیر دور داده و میگذاریم تا تمام زغاله های ما پخته شوه و آماده شوه. اطرافش با انگشت فشار میتم تا دبل دبل نبانه. ببینین دوستای عزیز، یک طرف نان ما آماده شد. خمیر که آماده شد، نانی که آماده شد، از تابه بیرون میکنیم. به نوبت زغاله های دیگر انبار کرده داخل تابه میگذاریم تا او هم پخته شود. به می شکل ادامه میتیم دوستای عزیز. ببینین نانای ما هم دیگه تقریبا آماده شده، نان گرم با کوفته خوشمزه. وقتی که نان آماده شد، به این شکل اطرافش توسط روغن کوفته که آماده کرده بودیم چرب می سازیم. ببینین بعدن از کوفته آماده شده روی نان انبار میکنیم، دو سه قاشق روی نان میندازیم و به شکل انبار میسازیم. یه غذای خوشمزه، راحت، آسان و کاملا متفاوت. امیدوار هستم از ویدیو امروزی و آشپزی امروزی ما خوشتان آمده باشه، لذت برده باشین. شما هم حتما از این غذای خوشمزه آماده کنین، یک بار امتحان کنین، ببینین چه قسم مزه داره. مطمئن هستم حتما خوشتان میایه. و اگر تا حالی چینل ما سابسکرایب نکدین دوستای عزیز، چینل ما سابسکرایب کنین، نظریاتتان رو با ما شریک بسازین، ویدیوها رو شیر کنین. و تشکر که با ما همکار هستین و ما را همیشه همراهی میکنین. به این شکل ادامه میتیم دوستای عزیز. ببینین دیگه غذای امروزی کاملا آماده شده، چقدر خوش رنگ و خوشمزه است. آله متوسط چاقو به چهار حصه ایره جدا میسازم به این شکل. دیگه غذای کاملا خوشمزه، نان چپاتی گرم با گوشت کوفته خوشمزه همراه با یک چکنی خانگی که در خانه آماده شده باشه یک لذت دیگه داره. امیدوار هستم لذت برده باشین و تشکر دوستای عزیز که تا ایدن با ما همراه بودین. شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
با امید همکاری های بیشترتان تا ویدیوی بعدی خداوند حافظ ناصرتان و وقت خوش داشته باشید.